وندوت اولادعظیمی از هند دیگر سخنران ما هستن که از طریق اسکایپ همراهی میکنن ما رو. من اما هیچ کس را در شب تاریک و طوفانی نکشتم. من اما را در مرد وفاخاری نبستم. من اما نیمه های شب زبامی بر سر بامی نجستم. در اینجا 4 زندان است، چندین مرد در زنجیر. وقتی پای صحبت زندانیان سیاسی و عقیدتی می نشینی، عدم استقلال قضات، دخالت نهادهای امنیتی، احکام فرمایشی، دادگاه‌های نمایشی و عدم فرصت دفاع بحث مشترک اکثریت آنهاست. دادگاه‌های فرمایشی به خصوص برای زندانیان عقیدتی و سیاسی، برای زندانیان گمنام و به ویژه در شهرستان‌ها اجازه دفاع از متهم را سلب کرده و حتی حق استفاده از وکیل را نیز برای اینان نادیده می‌گیرد. بعضی وکلای تسخیری یا وکلای نمایشی حتی حاضر به صحبت با موکلین خود نبوده و حتی از ملاقات و گفتگو با خانواده ایشان امتناع می‌کنند، که آخرین نمونه آن می‌توان از آقای ترابی، وکیل تسخیری فعالان عرب شوش که قاضی دادگاه و بازنشسته دادگستری است، نام برد. در غیاب قضات مستقل و در فقدان دادگاه‌های عادلانه و در زمان تضییع حق دفاع از متهمان و احکام فرمایشی و نهایتاً کوتاه شدن دست زندانی برای دفاع، ایجاد فرصت دفاع نسبت به اتهامات وارده می‌تواند از وظایف جدید، مهم و حساس فعالین حقوق بشر و خبرنگاران با همکاری خانواده‌ها و سایر روش‌های خلاقانه باشد. نخست برای ایجاد فرصت دفاع زندانیان از طریق رسانه‌ها شناسایی این زندانیان میباشد. از زندان‌های شهرستان‌ها اخبار دقیقی در دست نیست. بسیاری از خانواده‌ها زیر بار فشار و تهدید سکوت اختیار کرده و این نیز بر دشواری آگاهی از آمار زندانیان و وضعیت زندان‌ها می‌افزاید. تشکیل شبکه‌ای از گزارشگران و ایجاد کارگروهی از خبرنگاران و گزارشگران مستقل برای پیگیری وضعیت زندانیان، شناسایی زندانیان گمنام، کسب اطلاع از زندان‌های شهرستان‌ها و نهایتاً ایجاد بانک اطلاعاتی از وضعیت همه زندانیان از نکات ضروری در جهت حمایت از حقوق زندانیان میباشد. این شاید حداقل وظیفه و حداقل پشتیبانی ما فعالین خارج از کشور در خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی بتواند باشد. اتحاد گزارشگران در خصوص زندانیان کارگری، مذهبی، سیاسی از جناح‌های مختلف و تبادل اطلاعات از نکات ضروری این کارگروه می‌تواند باشد. مشاهده شده که گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی و قومی علی‌رغم امکان دریافت گزارش از برخی زندان‌ها، تنها به زندانیان مربوط به طیف و جناح خود بسنده کرده، که امید می‌رود با تشکیل کارگروه مشترک بین نماینده گروه‌های مختلف این مشکل تا حد زیادی رفع شود. با این وضع در ادامه میخواهم به گفتگوی اخیرم با یکی از زندانیان از صدها زندانیانی که هیچگاه فرصت دفاع پیدا نکرده صحبت کنم. کاپتان یعقوب ملکی، دانش آموخته کشور آمریکا، یکی از این زندانیان است. وی که هم اکنون در زندان اوین به تدریس زبان انگلیسی مشغول است، میگوید: افتخار میکنم چه به عنوان افسر در جنگ و چه به عنوان آموزگار در زندان، همواره در خدمت مردم کشورم بودم. کاپتان یعقوب ملکی کاکلر، متولد ارومیه، قبل از انقلاب جهت دوره خلبانی به آمریکا اعزام شده بود. پس از انقلاب و با شروع جنگ به ایران بازگشت. این خلبان دوران جنگ با عراق اندکی پس از حوادث پس از انتخابات و در اردیبهشت 1389 به اتهام ارتباط با دول متقاسم و تلاش به بی‌سرانجام برای کودتا بازداشت و 13 ماه تحت شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار گرفت، که آسیب‌های جدی از جمله اختلال در بینایی را برای او به همراه داشت. کاپتان ملکی که سابقه 63 ماه و 17 روز در ردای مختلف فرماندهی در مناطق عملیاتی در دوران جنگ و عراق را داشته، علی‌رغم حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب مبنی بر تبدیل قرار بازداشت به وثیقه در آذر ماه 90، با دخالت مستقیم وزارت اطلاعات در پرونده از آزادیش جلوگیری شد. در ارتباط غیر مستقیم و مکتوب در روزهای اخیر از کاپتان ملکی در خصوص روند دادگاه پرسیدم. وی ضمن تاکید بر دخالت صریح وزارت اطلاعات در شرح نحوه صدور حکم گفت:
در جلسه اول دادگاه با دخالت وزارت اطلاعات از آزادی من جلوگیری به عمل آمد. وقتی مجدداً به دادگاه رفتم، قاضی مربوط نامی اداره اطلاعات ارومیه را نشان داد و گفت بنابر اعلام آنها من قصد کودتای نظامی علیه نظام داشتم و آنها از افسران زیر دست من تحقیق می‌کنند که در صورت آزادی من تحقیقات 2 یا 3 ساله آنها بی‌ثمر خواهد شد. قرار شد که من رو با کارشناسان روبرو کنند که آنها نیامدن و این حکم 10 سال بدون محاکمه و بدون سوال و جواب دفاعیه به من ابلاغ شد. کاپتان ملکی در خصوص برخورد بازجویان پس از دستگیری میگوید فشارهای روانی از روز اول شروع شد، ولی نقطه اوج شکنجه ها 90 ساعت بیخوابی به همراه سخت‌ترین شکنجه های روحی، روانی و فیزیکی، در ادامه آویزان کردن از سقف و سپس نشستن به تخت سربازی و زدن کابل از کف پا تا گردن به تمامی بدن، کشیدن موهای سر و صورت سینه که این شکل کشنده و بی‌رحمانه بود. وی میگوید در آخرین مرحله پزشک حاضر در صحنه به علت نارسایی قلبی مرا از دست شکنجهگران نجات داد. میگوید به علت این شکنجه‌ها دچار ناراحتی قلبی، ناشنوایی گوش چپ، نابینایی چشم چپ شدم که چندین بار به بیمارستان فارابی جهت مداوا اعزام شدم، ولی به علت عدم اعزام در تاریخ مقرر معالجات بی‌ثمر ماند. شکستن دندان‌هایم هم در این راستا بوده است. وقتی از کاپتان یعقوب ملکی در خصوص انتظارش از هموطنان و نهادهای حقوق بشری پرسیدم، تنها به این بسنده کرد که دوست دارم مرا و امثال مرا فراموش نکنند و به خانواده های ما علی‌رغم توهین‌هایی که شده و می شود دلگرمی بدهند. این بود شرح وضعیت و نحوه برخورد نظام با کاپتان یعقوب ملکی، رزمنده جبهه جنگ. زندانی دیگری که میخوام به آن اشاره داشته باشم، دیپلمات ارشد و جزء تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت اصلاحات و مشاور ارشد آقای روحانی، رئیس جمهور فعلی در شورای امنیت ملی میباشد که در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد. وی که در اسفند 89 بازداشت و حکم 5 سال حبس خود را در اویل میگذراند، در تمام مدت بازداشت از هر گونه حق ملاقات با خانواده محروم بوده است. تا جایی که تا مدت ها از فوت پدرش که در زمان انفرادی وی رخ داده بود اطلاعی نداشت. دکتر شاهین دادخواه که به نارسایی کلیه مبتلا است، در تمام 3 سالی که از دوران محکومیتش در زندان میگذرد از هیچ گونه امکان درمانی برخوردار نشده است. لازم است توضیح بدهم به طور کلی وضعیت بهداشت حتی در زندان‌های شناخته شده جمهوری اسلامی ایران به شدت وخیم و رسیدگی پزشکی برای زندانیان شناخته شده با سختی و توهین‌ها همراه است. جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض حقوق بشر در اجرای عدالت، حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان را به رسمیت نشمرده و زیر بار اصول اساسی برای رفتار با زندانیان نمی‌رود. انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت جدید که آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از شعارهای اصلی کارزار انتخاباتیش بود، آزادی زندانیان تسریع و شرایط زندان‌ها بهبود نسبی یابد. ولی تا به امروز در ازای آزادی چند زندانی که اکثرا با اتمام حکم آزاد شده بودند، بسیاری از فعالان به زندان فراخوانده شدند. احضار تلفنی و غیرقانونی محمود بهشتی لنگرودی، بازرس و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران برای اجرای حکم 5 سال حبس از این دست می باشد. همچنین اجرای حکم 3 سال حبس تعزیدی آروین صداقتکیش و احضار پیمان عارف، دیگر فعال سیاسی، آخرین نمونه ها در مورد دوره کوتاه دولت جدید و البته برخلاف وعده های انتخابات بوده است. با تشکر از همه حضار و به خصوص سازمان سودوین که این فرصت را در اختیار من قرار داد تا بتوانم از راه دور در خدمت شما عزیزان بوده و گزارشم را ارائه دهم. امید که یکایک ما با برنامه‌ریزی منسجم بتوانیم مدافع و صدای به بند کشیده شده تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران باشیم. به امید همه آزادی همه زندانیان سیاسی.